دوباره برگشتیم. سلام تقدیم میکنم به کسایی که حامل حساب بیننده برنامه نسیم صبح هستن. سپاسگزاری میکنم از اینکه تا این دم با ما هستین و مهمان ما در استودیو با ما هستن. صحبت ها را باشان ادامه میدیم و درباره فولکلور افغانستان بیشتر معلومات حاصل میکنیم. و آقای علیشیر انتظار میشه درباره البته خود این فولکلور بگوین که هنر فولکلور و دانستن و فهمیدن فولکلور در جامعه امروزی ما در جامعه کنونی چقدر نیاز هست؟ در حیات اجتماعی، در حیات بشری ضرور است که ما با فولکلور سر کار داشته باشیم و فولکلور عضو خانواده خود بسازیم و حتی در قسمت مختلف کاربار خود هم فولکلور زمیمه بسازیم. فولکلور باعث از این میشه که ما را به داشته های تاریخی ما، به گذشته های حیات ما برمیگردانه که به نیاکان ما ارتباط داشت و به تاریخ گذشته ما. این فولکلور باعث از این میشه که ما را یک راه خوب نشان بده، یک استعداد عالی را بر ما خلق بکنه. داشته های امروزی را به نوعی از داشته های گذشته ما باید امروز بیان بکنیم. فولکلور باعث از این میشه که ما بر جامعه خود، هویت خود، از ظرفیت خود، از جایگاه توانایی های همین بشری خود نشان بدیم. و این برمیگرده به این که ما چطور بتانیم از داشته های گذشته خود به امروز استفاده شود. مراجعه بکنیم به اسناد و کتبی که در فولکلور در گذشته ها بوده، به کتاب هایی که حداقل مدارک بسیار عالی داشته به خاطر فرهنگ و مردم و به خاطر رشد فولکلور در اونجا ارتباط داشته. برمیگرده به این که ما از کتاب های لجشناسی و از کتاب هایی که انسان به یک حالت نرمالش نمیمانه، حداقل میتونه که به یک احساس در بیاره و از کتابای حماسی فولکلور که قبلا بود شعرها هست و این باعث از این میشه که فولکلور زنده بسازیم و جامعه خود به یک جامعه پیشرفته تبدیل بکنیم. فولکلور ما باعث از این میشه که ما را به امورایی که اگر رسم و رواج است، اگر فرهنگ ما هست، اگر موسیقی ما هست، اگر هنر ما، هنرهای افغانی ما هست، اگر ما کاربار روزمره ما هست، هم هست فولکلور الهام میگیره و باعث از این میشه که جامعه را توانمند بسازه. نسل جدید ما ضرورت داره که فولکلور را بشناسه و با فولکلور شناسی مراجعه بکنه و از داشته های فولکلور شناسی استفاده بکنه. ما امروز سعی کنین با اگر موسیقی بریم هم برمیگرده به پوشیدن لباس ما، به آهنگای ما، به لهجه های ما، به موسیقی ما، به کمپوز ما، به شعر و به حتی نوازنده و آلات موسیقی ما. این کلیش با فولکلور ارتباط داره. یعنی در گذشته هم بوده، اگر ما در وقت دف و چنگ و گپار داشتیم، امروز کمی پیشرفته شدیم. اگر ما شعر معاصر فولکلور گذشته را داشتیم، امروز شعر کمی معاصر کردن. اگر ما لباس به شکل سنتی می پوشیدیم، امروز همون لباس به شکل مدرنتر یعنی جور کردیم می پوشیم. این برمیگرده به فولکلور ما. ما در جامعه امروزی ضرورت داریم که فولکلور حداقل سرمشق زندگی خود قرار بدیم و الهام میگیره. باعث از این میشه که ما عادت ها، رسم و رواج ها، آداب معاشرت، کاروبار، شیشت برخواد، طرز گفتار، طرز حرکات خود هم به فولکلور آماده بسازیم. او وقت احترام بوده، او وقت انسان شناسی بوده، او وقت مقام انسان بالا می گرفتن، او وقت ارزش می دادن به فرهنگ، به کلتور، به امروز، به هنر. امروزه دیدگاه های مثبت بسیار کم می بینیم، به دیدگاه های منفی میریم که از طریق شبکه های اجتماعی تکنولوژی پیشرفته بیشتر به علی فولکلور، علی رسم و رواج های خود، علی لهجه های خود، علی این آن به نام تبعیض، به نام سمت، به نام زبان، به نام این آن دامن میزنیم. خیلی ممنون. آقای انتصار صاحب، میشه در مورد از این بگین که فولکلور چقدر اهمیت داره به کشور که چندین سال میشه، سالهای خیلی زیاد و قرنهای زیاد میشه که یک فولکلور در یک جامعه، در یک کشور سازنده هست و همچنان ما چگونه باید بتانیم این فولکلور رو یک کشور حفظ بکنیم و همیشه زنده داشته باشیم تا که یک کشور هست امو فرهنگ و رسم و رواشایش هست که ما یک کشور میشناسیم به همه ابعادش. پس چگونه باید اهمیت زیره بدانیم و چگونه باید حفظش بکنیم؟ بله، اهمیت و جایگاه فولکلور هم برمیگرده به این که ما امور رقم به ارزش های دین مقدس مبین اسلام ارزش قائل هستیم. پنج رکن اسلام و در اونجا ادا میکنیم. در پهلویش ما با فولکلور مراجعه بکنیم، اهمیت جایگاهش همین قدر.
ما باید داشته های خود از طریق فولکلور باید بیان بکنیم و از طریق فولکلور شناسایی بکنیم و او را انتقال بدیم به نسل بعدی خود که ما بتانیم بر گذشته های خود. اگر ما در او وقت اگر شرایط امروز مساعد نبوده که ما با تکنولوژی امروز پیشرفته هستیم، به نوعی امور انتقال بدیم از این داشته های استفاده بکنیم. اهمیت و جایگاه با ارزش داره فولکلور، باعث از این میشه گفتم که هویت ما و شما را نشان میده، تاریخ ما و شما را نشان میده و باعث از این میشه که ما از داشته های علمی فرهنگی خود امروز هم که در فولکلور مراجعه نکردیم، او را بیان نکردیم، او را بیان میکنه و بیشتر علاقمندی مردم به ادای احترام بودن به فرهنگ، انسانیت، مقام شناسی، لهجه شناسی و حتی سمت و وحدت ملی بیشتر میکشونه. خیلی ممنون. و به خاطر افزش نگفتین انسان سایی که چی کار باید کرد هر فرد 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 همی یکی از رسالت های رسانه همگانی است به خاطر ترویج فرهنگ فولکلور باید برنامه های بیشتر داشته باشن، از داشته های مردم باید استفاده بکنن، گزارش ها و راپورتاج ها و مستند باید بکنن. در پهلوی از این فرهنگیان ما، کسایی که نهادهای فرهنگی است، مراکز علمی فرهنگی است، اکادمی که است، اینا هم از داشته های فولکلور باید بیشتر بهره ببرن، کتابخانه ها را مراجعه بکنن و از اونجا استفاده بکنن و به خاطر از این گپ ورکشاپ ها، سمینار ها، برنامه های مختلف برای نسل جوان ما دایر بکنن که ما فرهنگ و کلتور خود داریم و از گذشته ها سینه به سینه انتقال پیدا کرده، امروز باید به نوعی او را انتقال بدیم و اونا هم به نسل های بعدی با خود داشته باشن. یعنی بیشترین مردم فرهنگ خود حمایت بکنه و فرهنگ خود داشته باشه. یکی از فرهنگای ما، اگر ما در آلوده سازی محیط زیست خود بیشتر توجه نکنیم، از فرهنگای مردم جوزجان بوده نه. که تا آخر ماه سنبله بوته اسپند، حتی اسپندش نمیکنده، اسپندش نمیگرفته، آل خاین بوته اسپند از زیرش میکنن. به خاطر میگه محیط ما بله. آلوده میشه، همو خاک و این آن به سرازیر شده رویست. اینمی فرهنگ، اینمی کلتور، اینمی فولکلور ما هست که باید سینه به سینه انتقال پیدا بکنه و یکی از مثالایش گفتم. فکر میکنی که تانوس همه فولکلور که در افغانستان هست همه حفظ شده یا که از بین رفته تانوس؟ وقتی که ما لباس میپوشیم، وقتی که ما آهنگ میخوانیم، وقتی که ما موسیقی میکنیم، وقتی که لهجه داریم، وقتی که جشن عیادین خود تجلیل میکنیم، اونم باعث این میشه که فولکلور ما هنوز هم از زنده هست و حفظ شده و تاریخ گذشته ما را داره. خیلی ممنون. سپاس. میشه در باری کارکردهای فرهنگ و عامه در شما چیز صحبت های داشته باشه؟ کارکردهای فرهنگ در محیط منطقه جوزجان تا دو دهه گذشته امروز بیشترینه شده و موجودیت شاعران، نویسنده ها، نهادهای فرهنگی باعث از این میشه که ما فرهنگ خودم داشته باشیم و کارهای کلتوری هم در اینجا بیشتر داشته باشیم. ما آمار بسیار بلندی را در اینجا در قسمت شاعران، نویسنده ها، هنرمنده ها و حداقل اما فولکلور شناس هم در سطح محیط خود داریم. باعث از این میشه که امیدواری پیدا شه، منتها امکانات بسیار کم است. باعث از این شد که ما هم فعالیت های کلتوری فرهنگی خود بسیار بطی در سطح محیط خود داشته باشیم. یعنی باعث از این میشه که ما حمایت های داشته باشیم که تا این ملت از مو فرهنگ خود، از هویت خود، از فولکلور خود، از تاریخ خود بیشتر آگاه باشن و این رسالت باید ادا کنن. خیلی سپاس. وال میشه در مورد ازی بگین انصار صاحب که فرق بین فولکلور و فرهنگ چی؟ شاید بعضیا همی فرق ندانسته باشن و شاید فرهنگ با فولکلور اشتباه بگیرن. میشه بیشتر وضاحت اش؟ خب فولکلور از گذشته تاریخی که در اونجا ما داشتیم او انتقال پیدا کرده به امروز به شکل مدرنیتیش. امروز فرهنگ میگن که فرهنگ هم اونمو داشته های فولکلور است، اونمو بخش های اونمو فولکلور است که ما گذشته ها را امروز آوردیم به جمع فرهنگ ما، یک کمی مدرنیته ساختیم و این فرهنگ ما باعث از این میشه که اگر ما اگر از روزهای تاریخی تجلیل میکنیم، از شخصیت ها تجلیل میکنیم، اگر یادبود میکنیم، اگر مشاعره میکنیم، اگر لباس میپوشیم، اگر ما یک مدلینگ میگیریم، اگر ما یک برنامه مسابقه درسی میگیریم، اگر ما یک مسابقه ورزشی میگیریم، اینم اینا را وابسته به فرهنگ میدانیم. امروز اینم این فرهنگ هم از گذشته ها آمده. اگر ما بازی های گذشته را بگیریم، نمونش به فولکلور است. اگر به جشن عیادین گذشته را بگیریم، به فولکلور است. اگر لباس هم پوشیدنش هم، اگر معماری های تاریخی را ببینیم، اگر ما ساختمان ها را ببینیم، حتی امروز هم جایگاه بسیار عالی را که
ملت به خاطر یک زیبایی پیدا میکنه، اونم رو به فولکلور به فرهنگ وابسته میکنه و فرهنگم جزی از فولکلور است. خب میشه کتابایی که آوردین بر ما به معرفی کنید؟ کتاب ها مخواد داشته های محیط منطقی ما هست و ای خلق دردانه لره یکی از کتاب هایی هست که مردم میفهمه ای از دکتر سیف فیض الله اماق گذشته های بسیار قبلی و تاریخی داره. آهنگ ها هست، بازی ها هست، چیستان ها هست، مقاله ها هست و حتی شگون های بعد و اینا و ای گپ ها هست. و این فولکلور دردانه لره هم از دیپلم انجینر هم جاوید انتظار برادرم هست که ما تیار کردیم. امو فولکلور آهنگا است، مقالات است و در اینجا هم چیستان ها و این آن بیان شده کمی مدرن تر از او. این رنگ های ادبی هم اثر از احمد فاریابی مرحوم است، این استاد کاظم امینی آماده کرده که هم از داشته های ادبی ماست و با فولکلور وابسته داره. و این قشقلر سلطنتی هم مجموع آهنگ های فولکلور و امروزین است که از داشته های استاد صدرالدین انتظار است و از مرحوم تاج محمد سرپلی و ایره ما خودم تیار کردیم و چاپ کردیم. این به قسم تحفه برای شما آوردیم. خیلی ممنون، سپاس انتظار صاحب که با کتابای خیلی زیبا امروز تقدیم ما کردین و میشه از همین کتاب فولکلور دردانه لره یک چند از ضرب المثل هایش به متن ایز ما بخونید که چه چیزایی در بین کتاب نفته هست که بر ما همچون چند لحظه پیش خواندن که واقعا خیلی چیزای جالب و خیلی یکی از بخش های فولکلور گفتیم که مو جماغاز یا همو چیستان هاست. در اینجا گفته که قازق استگه قار ترمز تقر تقر تیگرمو ایچیگه بار یار میربان. اینمی حداقل داشته هایی که امروز داریم که زیادتر است. یا ضرب المثل ها بگوییم. یا ضرب المثل ها میریم. ولما و زیندن قالما یا باترگه جان کرک. بارنه باتری تر یقنی جانه. باشی قویدکی بیکاردن خدا بیزار. به می شکل اخترگن تاپر. خب بر باشگه بر ولم. خب بلسه بالغ بلمسه خالق. ای بیشترین گپایی است که بیشتر ارتباط داره به ملت ما که روزانه از استفاده می کنه. خیلی ممنون. من اینجا همچنان چند هست ضرب المثل هایی که بیشتر مروج هست در افغانستان و ای هم جمع می گرده به اون فولکلور افغانستان که میگن که آب ندیده موزر از پای نکش و دل دروگر که نشد داستش در قلعه تیغ می کنه میگن. و جنگل بدون شغال نیست و همچنان کور خود بینای مردم جنگ شدیار سر شدیار خرسیات کو دانگا وردار. این موضوعات هست که میشه ضرب المثل های زمان های سابق تانوس در افغانستان ما وجود داره و ما همچنان این را همیشه در بعض روزها که در بین یاد میشه ما این را یاد میکنیم در بعض مسائلی که بیشتر ارتباطی هست. خب باسم ممنون از اینکه تو این لحظات ما را همراهی کردید. برای این نسیم صبح بود و موضوعی که امروز انتخاب کرده بودیم که در مورد فولکلور در افغانستان بود که آقای علیشیر انتظار صاحب همچنان بیشتر این موضوعات معلومات بیشتر اضافه کردن و ممنون از اینکه حضور پیدا کردن. آقای انتصار صاحب همیشه موفق سربلند باشه. شما سلامت باشین، زنده باشین، موفق باشین، زنده باشین. و دوست عزیز سپاس از اینکه شما همچنان تا این دم بینیده برنامه خودتان بودین و با ما همراه بودین. و دوست عزیز با نشر ویدیو معلوماتی در رابطه با فولکلور افغانستان هر یکتان را به علای لایزان میسپارم. شاد و موفق کامگار باشین. ایام و کامتان خدا نگهدار. روز خوب و خوش برتان. تا دیدار بعد خداوند نگهدار همه شما.